تاثیر موسیقی بر جسم انسانی هزارها دسته گنجشک ها به سوی یک درخت بلند تمر هندی که در تقاط و جاده ها در محل مسکونی مان قرار دارد به زودی بعد از غروب شدن افتاب پرواز نمودند. آنها خیلی پیش از طلوع آفتاب در صبح آینده بیدار شده با هم همدیگر به صدای جیرجیر بلند می پردازند گویا از روز جدید استقبال می کنند اگرچه گنجشک به ندرت به عنوان پرنده آواز مانند بلبل معروفند باز هم آنها به مناسبت شادمانی زیادی در محیط نشاتنگیز آواز می خوانند. هنگام طلوع آفتاب چنین منظره ای را به وجود می آورد گویا طبیعیت پدیده مفتونی را از سر می گیرد. این صدای جیرجیر جیر پرندگان آن منظره را بسیار دلکش میسازد شخصیت باریز جهان موسیقی کلاسیکی هند استاد علاودین خان فقید که در جهان موسیقی معروف به باباست اون موسیقی را در صدای پرندگان شناخته و آن را در آهنگ معروف خود ما سوم به مای بند شامل نموده به هر حال اون سور موسیقی در صدای هر زیرو وجود دارد این نیز در چهار ذهن مخلوقات مختلف به عنوان یکی تعداد فکری جا گرفته است همین علتی است که مخلوقات به هنگام خصوصی متمایل به آوازخانی می شوند. کسی می تواند خاصیت های موسیقی در صداهای پرندگان و حیوانات مختلف را تشخیص کند. در صورتی که برای مورد متعلق قرار دادن رفتار و زندگانیشان سعی بکند ممکن است بعضی از آنها دارای صداهای دلپذیر نباشند. اما صدای مخصوصشان در آخات مختلف نیز دارای یک نوع احساس موسیقی می باشد اینطور به علاوه ای انسان همه مخلوقات از لحاظ موسیقی دارای محدودیت می باشند آنها نمی توانند هیچ نوع موسیقی را علاوه بر صداهایشان ایجاد کنند آنها نیز دارای هیچ گزینش برای شنیدن موسیقی نمی باشند موسیقی ایجاد شده از صداهای مخلوقات مختلف به ها را در محیط به وجود می آورد این در شب تا اندازه ای وضو می باشد که کسی میتواند تواند آن را به آسانی بشنود بعضی از مخلوقات غیر از انسان در اوقات خصوصی روز و شب و بعضی در فصلهای مخصوص موزیک را ایجاد می نماید ها و جیجیرک ها موسیقی دانان معروف موسم بارنند ها نیز یک نوع آهنگ را به وجود می آورند فیلواغه جسمهای زیرو کارها را به قرار آهنگ موسیقی انجام می دهند هر چیز در یک آهنگ انجام می یابد خواه این تپیش دل باشد و یا زربان نبز سلول های عصبی حساس به موسیقی هند به علت این که خود آنها مربوط به آهنگ هند. جسم مخلوقات از جمله انسان حیوان و پرنده یک اکسول عمل مربوط به موسیقی را به طور ساده نشان می دهند این چونین اکسول عمل به موسیقی در مخلوقات مختلف مورد ملاحظه و متعلق قرار گرفته است اکنون این یک حقیقت واضح است که مادگاو با شنیدن موسیقی مرتب شیر زیاد میدهد. دهد موسیقی مخلوقات نارام را آرام می سازد این امر قابل توجه است که موسیقی رفتار هر زیرو خا حیوانها ها باشند و یا نباتاتی را تغییر می دهد این حقیقت امر از تحقیقات دقیق روشن شده است که گیاها و درختها در محیط دارای تسهیل شنیدن موسیقی رشد سری می نمایند و موسیقی بهداشت آنها را تحت تاثیر می گذارد حتی که موسیقی حاصل خیزی نباتات را می افزاید. محضا آنچه که مربوط به انسان هاست بدون شک جسم انسانی بسیار حساس به موسیقی است همین علتی است که انسان از زمان بد و آغاز وجودش متوجه به موسیقی می بودی است او آهنگ موسیقی را در طبیع شنیده و برای به پرداختن آن سعی نموده او مسغول به نغم سرایی گردیده و از آن لذت برده تدریجا انسان سعی کرد تا آهنگ را درک کند و هنر آوازخانی را بیاموزد و انواع مختلف آهنگ ها را به وجود بیاورد اینطور می بینیم که انسان در آغاز نوع مقدماتی نی را ایجاد نموده از این پیداست که آن موسیقی که در ذهن انسانی قرار داشته او را وادار به ایجاد نمودن انواع مختلف آلات موسیقی و رشد طرز نغم سرایی نموده رقص جزو طبیعی موسیقی بود و انسان علاقمند به رقص بر آهنگهای موسیقی و هم نغم سرایی گردیده در زمان باستانی هم انسان از رقص و موسیقی لذت می برد از شاعر مختلف در تمامی کشورهای جهان تا به حال دارای موسیقی مخصوص خود می باشند که به کوشش قرنها اموختند. این طور واضح است که موسیقی حتی قبل از آغاز تمدن یک جزو لاینفک زندگانی انسانی بوده است. انسان این حقیقت هم را احساس کرد که موسیقی چیزی است که او را به حالت خوبی میگذارد و در انجام خوبی کار به او کمک می کند. همین علتی است که انسان به اختراع موسیقی گوناگون برای هر لحظه و هر مناسبت پرداخت زیرا لزومی دارد که موسیقی ویژه ای را برای هر کدام فعالیتش اختراع نماید این تار موسیقی وجود داشت که انسان را به وقت صبح از خواب بیدار کند و در تمامی حرکات و سکنات با او همراهی می نماید و سپس او را به جهان خواب ببرد موسیقی برای جنگ و هم برای عبادت به ویژه در هند ضروری پنداشته می شود موسیقی چیزی است که ذهن انسانی را متحرک میسازد، هنگامی که او به فکر ایجاد فلسفه میپردازد. پردازد مذاهب شرقی مانند مذهب سناتن و بوداییزم دارای نقش مهمی موسیقی در افکار خود بودند پیروان مذهب سناتن که اکنون معروف به هندوگانند دارای معبد عمومی خدایان هستند در جایی که رب و نوع مختلفشان به موسیقی مخصوص تعلق دارند آنها عقیده بران دارند که این جهان به وجود آمده هنگامی که لرد شیوا شروع به نواختن دمرو یک نوع آلت موسیقی نموده به عبارت دیگر عقیده آنها این است که این جهان از آهنگ موسیقی به وجود آمده است سروسطی ربتون نای علم و هنر دارای وینا می باشد ویشنو یک ربون نای دیگر هندوان دارای آلت موسیقی سنگ می باشد بنابی عقیده هندوان تنبارو و نارد موسیقی دانان آسمانی می باشند لرد کریشنا به عنوان یک نئی نواز ورنداون معروف است هندوان آوازخانی و نواختن آلات موسیقی را اجزای عبادتشان میپندارند و این تعجب انگیز نیست که آنها مغزن معتبر موسیقی فداکارانه را راستند موسیقی ذهن انسانی را ملهم می سازد و تاثیرات عمیق بر آن می گذارد ضرب کوس دوران جنگ از سرواز تشویق می کند ما نیروی موسیقی را تقریبا هر روز در لالای مادر مشاهده می کنیم که بچه ها را در طول دقیقه ها به حالت خواب در می آورد. در حقیقت موسیقی در جسم وجود دارد که با پذیرفتن موسیقی به کوس گوش اکسل عمل را نشان می دهد. تأثیرات آن بر جسم انسانی به طور گستردهی درک شده و این راهی را برای تکامل تدریجی درمان شناسی از طریق موسیقی استوار میسازد. اکنون موسیقی برای معالجه تعدادی از امراض به خصوص فشار زیادی خون، مرض غند، افسردگی و حیجان ایجاد شده از زندگی مدرن مورد استفاده قرار میگیرد. گیرد. موسیقی شناسان نوع موسیقی و مقدار آن را برای امراض مختلف تجویز و تشخیص می نمایند و این امر به اثبات رسیده است که موسیقی بهتر از داروجات کار می کند. دماغ انسانی از موسیقی نه فقط احساس فرحت و تلذذ می کند بلکه این نیز دارای سیستم محفوظ نگه داشتن آن می باشد این آن سیستمی است که ما را قادر به آن می سازد که موسیقی شنیده در گذشته را به یاد بیاوریم و بار دیگر همون لذت را احساس کنیم چه خوب شکسپیر گفته است اگر موسیقی غذای عشق است آن را بنوازید